حضور تمام بیندگان گرامی در سراسر کره خاکی از صمیم قلب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که روزهای خوش سپری کرده باشین و در ضمن امروز که اولین سال روز یا به اصطلاح نوروز سال 1397 هجری شمسی است، از صمیم قلب از طرف خود و کارکنان تلویزیون پیام افغان و اعضای نهضت اصلاحی علامه سید فیضانی و اعضای برنامه اسرار معرفت در همه جا که فعالیت دارند به شما این روز را تبریک عرض می دارم. امیدوار هستم سال جدید را که پیش رو داریم سال پر از موفقیت، کامیابی و بهروزی برای آرزوهای مثبت و مفیدی که هر یک از ما شما من حیث فرزندان آدم داریم باشه و امور زندگی خود را طور سپری کنیم که هم خوشنودی خالق و آفریدگار مهربان خود را حاصل کنیم و هم دل مخلوقش و در زندگی مخلوقش دلش نرنجانیم، دل مخلوقش و ضمناً از ما تخطی در امور صورت نگیره. به همین امیدواری باید به این نقطه توجه کنیم عزیزای گرامی که چرا روزهای نوروز را در بعضی کشورها بسیار برگزاری میکنن و به اصطلاح جشن میگیرن و بعضی ها در موردش نظریات مختلف دارند که نباید این دایر شود. داره که از نظر دین مقدس اسلام هر خوشی اوی که در او خیر باشه، در او یک عبرت باشه، در او یک درس باشه مجاز است. سال نو چی از اساس قمری چی از اساس هجری شمسی در حقیقت بر ما درس از این میده که حرکت انتقالی و وضعی کره زمین کما فی السابق به اذن الله جل عظمته ادامه یافته و در حقیقت جشن برگزاری سال جدید نو شکرگزاری از ربوبیت پروردگار عالم است که ذات پروردگار عالم میتونست که در طول یک سال گذشته در هر ثانیه و لمحه قیامت کبرا را بیاره و فرصت و چانس زندگی سالهای بعدی را برای ما و سایر مخلوقات خود نده، ولی که یک دوره سپری میکنه کره زمین و میه به نقطه دوباره آغاز فصل بهار ثابت میکنه که یک نظام خود به خودی و تصادفی نیست، نظام است که تحت کنترل و حکمت پروردگار عظیمشان خلق شده و تا وقتی که ذات اقدس از او میخواهد ادامه پیدا میکنه. اما درس مهمی است که هر سال در حقیقت یک کتابچه از عمر حیات ماست و این کتابچه 12 فصل داره و هر فصل از این 30 ورق است و هر 30 ورق از این 7 چپتر داره و هر چپتر از این یک روز داره که به نام روز جمعه، شنبه، یک شنبه، دو شنبه تا آخر و هر چپتر از این یا صفحه از این در حقیقت 24 سطر داره که ساعت است و در هر ساعت 60 دقیقه و 60 ثانیه حروف و کلمات است که ما از خود صادر میکنیم. باید توجه کنیم به گذشته خود که آیا در سال 1396 من حیث انسانهای تحصیل کرده و دانشمند، من حیث خلیفه زادگان حضرت آدم علیه السلام، من حیث نماینده های آفریدگار کائنات در کره زمین از ما چقدر اقوال، گفتار و کردار در خطوط صفحات حیات ما و در کتابچه های ماهوار زندگی ما و بالاخره در کتاب یک سال تمام عمر ما سپری کردیم. آیا در او از ما اعمال خیر جانی، مالی، زبانی سر زده یا برعکس به ضرر بندگان خدا و نافرمانی پرداختیم؟ اصل هدف نوروز ایست که باید انسان به این فکر کنه که من آغاز یک سال جدید را به اذن الله میکنم و از تخطی ها و کوتاهی هایی که در سال گذشته کردم باید در سال جدید عمیقاً و جدن تصمیم بگیرم که او را کم کنم و حتی به یاری خداوند قطع نماییم. و در زمین باید نقاط مثبت را، علم، دانش، تقوا، پرهیزگاری و مبارزه در مسیر صراط مستقیم و عدالت را از خود آغاز تا خانواده، تا قوم و فامیل و تا مملکت و حتی تا سطح جهان برش مبارزه کنیم که این مبارزه بسیار پر افتخار است و این وظیفه و جبه فطری هر نوع انسانیت و اسلامیت است. لذا با آمد فصل بهار دوباره دلهای جوانا و پیرا
شادمان میشه و احساس تازگی در عمر خود میکنن، احساس واقعی یک آغاز نوین یا سال نوین موسمی رو میکنن. در حقیقت سال نوین زندگی ما شما از تاریخ تولد ما شروع میشه، ولی سال فصلی ما در حقیقت اول حمل فصل بهار خوشگوار است. بهاری که ابرها باردار میه، نسیم های خود خوب با خود میره، باران رحمت الهی رو میره، باروری با خود داره، ثمر با خود داره، تابستان بسیار پربرکت را داره. به این خاطر همه مردم از بهار خوششان میه و بهار را استقبال میکنن. در حقیقت استقبال از بهار، استقبال از نعمت الهی، استقبال از پروردگار از میشان از ارادیش است که پروردگار تو به امور مخلوق خود نهایت مهربان استی و بخشاینده استی و اونها را توسطی سیستم آمد آمد بهار و تابستان و خزان و زمستان پرورش میتی به مسیری که میخوایی. رضا جای بسیار شکرانه است با شما که همی عمر یک سال گذشته بر انسانهای شقی و بدبخت هم میگذره و در این زمان همی عمر بر انسانهای صالح و نیک هم میگذره. انسان شقی و بدبخت از این آصل زمانی که خدا فرصتی که به ایداد ای تلای عمر خود را هزل در هزلیات و در جای به جای اسراف کردن و نتیجه را برای خود نه در دنیا میگیرن به صورت مثبت و نه در آخرت. ولو کسانی که ایره مملو میکنه از طاعت و عبادت و خدمت به مخلوق خدا به خاطر رضای خداوند، در حقیقت از این سرمایه طلای عمر زندگی خود سرمایه گذاری میکنه، طلاهای بیشتر و بهشت برین ابدی را کمایی میکنه. چرا ما یقین داریم که خداوند تبارک تعالی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بالآخرت هم یوقنون. پرهیزگار و مؤمن و مسلم کسی است که به آمد قیامت، به زنده شدن بعث بعد الموت، به روز آخرت یقین کامل داشته باشه و یقینشان به این درجه رسیده باشه که نظر به سوره زلزال که می فرماید فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. روز قیامت روزی است که خداوند می فرماید هر یک از انسان ها به اندازه ذره، یعنی کوچکترین چیزی که به چشم دیده میشه و تازو که در کوچکتر، اینها در میزان حسنات انسان از خوبی ها اونجا نمایش داده میشه و پاداشش داده میشه. و من یعمل مثقال ذره شر یره، و اگر به اندازه ذره و مالیکول بدی انجام داده باشه و از او تایب نشده باشه و حقوق مردم دوباره حق باد اعاده نکرده باشه، مجازات الهی و محاکم الهی باش روبرو است. فراموش نکنیم که روز قیامت روزی است که خداوند تبارک تعالی میفرماید فل یوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. روز قیامت روزی نیست که خداوند سر بندگان خود ظلم کنه. میگه هرگز روز ظلم نیست روز قیامت، هیچ ظلمی بر هیچ نفسی نمیشه، بلکه میزان اعمال صالح و اعمال منفی انسان است که سرنوشت ابدیش رقم میکشه. خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم شاکر استیم که ما شما را از دایره جمادات فصل بهار هستم میریم به سبز لغت کردن و به کوها و به تپه ها ببینین سنگ و گل و خشتی را که شما زیر پای میکنین، خدا میتونست یکی از مولکول های خاک و سنگ و ریگ و اینا ما را بیافرینه. مگر ما حق بر باری تعالی داشتیم که پروردگار را در این میلیارد ها میلیارد تن کائناتی که پر از عناصر جامد است ما را خلق مکن و ما را زنده جان جنبنده که حواس و شعور داشته باشه احساس به او خلق کن. ذاتی بی اندازه مهربان چقدر با ما مهربان بود که ما را از طبقه عظیم الکمیت جمادات بیرون کشید. بعد شما میرین سبز لغت کردن، علف ها را میبینین، گل های لاله را میبینین، درخت ها را میبینین، میگین بار الها شکر که در بین میلیارد ها میلیارد درخت و اشجار و انواع مختلف هزارهان و مختلف گلها اینا، اگر مرا یک موجود جامد نه بلکه یک موجود نباتی پیدا میکردی، خب یک گل بودیم، یک درست کسی بوی میکرده دوباره خشک میشدیم میبرد. زندگی با احساس زندگانی که داریم خب پیش نمیرفت. تو چه اندازه مهربانی بودی که در ازل در قلم تقدیر خود نظر توجه لطف و فضل تو بر ما بود کی بنده ما باید انسان شود، زنده جان شود. این کائنات بزرگ که امروز تلسکوپ های بزرگ که از میلیارد ها تن از تریلیون ها تن جمادات
و گازات پر است، چطور ما از او برامدیم؟ که از او مکتب ابتدایی بگوییم و بعد در مکتب متوسطه ببینیم که زنده جان هاست. زنده جان ها برین در دریاها ماهی را میبینین، نهنگ ها را میبینین، کرم ها را میبینین، شپرک ها را میبینین، بسیار موجودات عجیب و غریب را میبینیم. پروردگار ما چی عبادت کرده بودیم که در قالب یک توتی ما را نیاوردی، در قالب یک طاووس ما را نیاوردی، در قالب یک مگس ما را نیاوردی، در قالب یک مورچه ما را؟ هم زنده جان است، اونا هم ظاهرا چشم و پل و بار و پای دارن دیگه. ما خدای خود را درست شکر نکشیدیم، درست نشناختیم که چقدر این لطف کرده در ازل که بالاتر از ذهن ما، بالاتر از تصور ما، بالاتر از اراده ما، به تمام انسانیت که می دو پای استاد است و میگه من شعور دارم و پنج حس دارم، خداوند بیاندازه مهربان، بیاندازه مهربانی کرده که از این قالب مکتب متوسطه که به میلیون ها نوع موجودات ذره بینی، موجودات یک حجروی، موجودات پستاندار، موجودات فقاریه و غیر فقاریه پیدا کرده، چرا ما را در او قالب نیاورد؟ اگر در قالب زحمتکش حیوانات دور از مجلس یک گاو می آورد، خوراک ما چی بود و چقدر زحمت سر ما در قلبه کشیدن بود؟ چقدر زحمت ده بود که ما تمام حاصل شیر خود به عوضی که به گوساله و چوچه بتیم بوده، یک کس دیگه از ما می دوشید داخلم گوشت ما را قصابی میکرد میرفت پشت کارش، و کدام وعده بهشت هم نبود از همه قربانی و فداکاری. ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، خدا میگه انسان نگاه کن که تو به بهترین چهره نیکوی مادی و معنوی تو را آراستیم، به طبقات پایین تر خود، مکاتب متوسطی پیش از خود متوجه شو که چند نوع است و چقدر است، چقدر میلیارد حیوانات فقاریه و غیر فقاریه است، چقدر میلیارد حیوانات یک حجره و حیوانات بحری است. ذات رحمان چقدر ما را دوست داشت در ازل، متوجه ما بود که این بنده ما باید در قالب حیوانات نره، در قالب چارپاها نره، در قالب پرنده ها نره، در قالب مالیکول ها نره. هنوزم خدای خود نباید شکر بکشیم، هنوزم او را از جان خود کده بیشتر دوست نداشته باشیم، هنوزم شکر نگوییم برش که بیشک تو ذات بیاندازه مهربان و نهایت با رحم بر من هستی. دیگر اگر میفهمه نمیفهمه چی پروایش دارم؟ خود ما فردن احساس کردیم که چقدر مهربانی پروردگار در نقشه ازلیش نصیب حال ما شما شده. نوروز را خوش داریم، گلها را خوش داریم، سال جدید را خوش داریم، میوه ها و برکت را خوش داریم، ولی منعمی که ما را انسان ساخت که تا تمام از سرآمده از گوشت حیوانات، از شیرش، از پوستش، از ماسش، از پنیر و از تمام حاصلاتش، از تخمش استفاده کنیم، ما را خلیفه ساخت، این دسترخوان عوار کرد و ما را مهمان ساخت، او را باید فراموش کنیم. بیشک ان الانسان لظلوم کفار، انسان بسیار از نظر روحانی تاریک است، مکدر است و بسیار ناسپاسی میکنه که متوجه از این تقسیمات تقدیریات ازلی که ما شامل نوع انسانیت کردیم نمیشه. پس در حقیقت انسان از ابتدا در مکتب لیسه پیدا شد. لیسه سویش از مکتب ابتدای متوسطه بالاست. خب ما بدون از اینکه امتحان بتیم دوره ابتدای و متوسطه را، مستقیم در احسن تقویم در مکتب لیسه قائل شد آمدیم. الحمدلله نه شاخ، نه دم، نه دندانای عشق حیوانی گرگ صفت، با چهره شریفی که انسان در یک دشت میره تک تنها انسان دیگر میبینه خوش میشه. از تنهایی انسان ها از خود یک خوشی داره، از خود یک انس داره، یک کمال داره. خب اسلام و قرآن برای می آمده که انسان ها بیدار شوند، انسان ها به یک نگاه دیگر، نه تنها به نگاه بساس سطحی ابتدایی مادی نگاه کنند، به یک نگاه دیگر عشق رب العزت را، محبتش به خود احساس کنند و در مقابل محبت دوباره محبت ببرزند. محبت ورزیدن به خدا چیست؟ غرایز محبی نیست که ما با زن شوهر یا اولاد میکنیم. محبت به ورزیدن با خدایی است که او را به ذاتش و به صفاتش کسی را شریک نسازیم و یقین داشته باشیم که هیچ بت در هندوستان و هیچ بت در وقت در مکه و هیچ بت در زمان نمرود این کائنات خلق نکرده
و اگر این کار کسی میگه در قدر شان خدا ظلم میکنه، یک موجود جامد بیشور نادان رو با خدا شریک میکنه، این ظلم عظیم است. و هرگز حضرت عیسی کائنات نیافریده که ما رو نوازه بلا خدا یا پسر خدا بگیم، هرگز هیچ موجودی به ذات و صفات خدا برابری نداره. اینی محبت ورزیدن ماست که به حقانیت یکتایی و عظمت ذات اقدس تو از صمیم قلب اقرار کنیم. شهد الله انه لا اله الا هو، خداوند به شکل بلاکیف ذات اقدس خودش به یکتایی و یگانگی خود گواهی میده که ما خدا گواهی میدم که غیر من دیگر خدایی نیست، و الملائکه و فرشتگانش گواهی میده، و اول العلم قائما بالقسط و دانشمندای با انصاف که خداوند وجود داره. سه سوال علامه صاحب مبارک برای ایتیستای دوره افغانستان که در قد به نام الهاد روسا میخواست از اینا بهره برداری کنه و اینا را وسیله نابودی کشور خودشان بسازه، مثل که دیگه استعمارچی ها مطور میکنن، گفت اگر شما میگین خدای وجود نداره، سه سوال برای شما میکنیم در عمیق تفکر کنین علمن و جوابش پیدا کنین. در صورت اگه جوابش پیدا کردین، ما هم رایتان قبول میکنیم که نعوذ بالله خدا نیست، ولی خداوند با این سوالاتی که اگر میبینین علمن ثابت میشه که وجود داره. اول، چرا در کره زمین تنها ما انسان هستیم که کوره سراخ میکنیم؟ ما انسان هستیم که راکت میسازیم، ما انسان هستیم که مغازه میسازیم، ما انسان هستیم که موتر میسازیم، ما انسان هستیم که طیاره میسازیم، ما انسان هستیم که از معادن از بر و بر کل در تصرفیم. این تقسیم مشخص و ویژه از کجا شده؟ اگر جهان تصادفی است، باید یک قرن از ما بود، یک قرن از فیلا بود، یک قرن دیگه از دیگه حیوانات می بود. چرا در طول تاریخ تنها بشر است که از تمام سرآمد زمین و نعمت های زمین ای ثابت نمی کنه که جهان یک تقسیم بندی بسیار منظم شده؟ و اگر میگه مغز است، انسان به خاطر مغز داره مغزش، خب کله فیل ها از ما که بسیار مغز داره، کله حیوانات که شیرش می دوشیم مغزشان به نظر کمی از ما زیادتر است، آیا مستحق نیست که اونا خلیفه باشن؟ مسئله مغز تنها نیست، مسئله اراده الهی است. و بعد که میگن طبیعت، طبیعت یعنی چی؟ طبیعت یعنی همین مواد عناصری که گرد ما و شما را کائنات گرد. طبیعت خودش خالق نیست. ساینس رو ثابت کرده که طبیعت زمان آغاز داره و زمان مرگ داره. چیزی که آغاز و مرگ داره در حقیقت او خدا شده نمیتونه. خب گیرم به قول ایتیستا، طبیعت خودش جمع و جور را کرد به این قدر شکل منظم. لطفا این طبیعت که قدر قادر است که از نیستی موجودات خلق کنه به قالب ها اهلی و وحشی لطف کنه، یک دانه اسکلت دایناسور و یک حیوان عظیم الجسد که در موزیم است، طبیعتی که میگن خلاق است و در حالت تکامل است. این تکامل یافته مهربانی کنه، یک نهنگ را، یک اسکلت، یک دایناسور را با ما زنده کنه. اگر طبیعت خالق است، خب باید زنده کنه دوباره، در حالی که یقین داریم که طبیعت این کار را کرده نمیتونه، پس خالق شده نمیتونه. سوم میگه شما خودتون فکر کنین، انجینیر هستین، معمار هستین، گلکار هستین، خیاط هستین، رسام هستین، خودتون از شما پرسان میکنیم این حیث ثانی دست اول خداوند، ثانی دست دو خودت، آیا عقلت قبول کرده میتونه که یک سوزنه در کل جهان با وجود که به میلیون ها تن آهن است خود به خود جمع شوه، بدون ماشین، بدون اندازه گیری، بدون تکنیک، بدون ثانی بر ما حاضر کسی کرده میتونه؟ یک سوزن که با وجود مواد خامش هست، پس با یک نظم بسیار ساده ضرورت داره. بدون ثانی شده میتونه جهان هستی که در هر علمش سراسفید میشه، دندانا میرزه، هنوزم نادان است. دکتر چشم، دکتر گوش، دکتر بینی، دکتر اعصاب، دکتر عمرایشون هنوزم میگه که علم نهایت نداره. دکتر حیوانات، دکتر زراعت، ای علوم در ای فرمول ها چطور میتونه که ما را سرای ما را سفید میکنه، دندانای ما را می ای دیگه علوم خود به خود تصادفی آمد گرده هم جمع شد و این نظم بود دا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پروردگارا ما را قوت دانش به هیچ چیزی نیست، تو پاک منزه هستی، الا به اندازه که تو به ما دانش دادی. دانش به فرشتگان، به تمام مخلوقات، به انسان ها به اذن رب العالمین داده شده. پس تا یوم القیامه این سه سوال ثابت میکنه که
تصرف ویژه انسان، ضعیفی طبیعت که نمیتونه اسکلت های مرده را دوباره زنده کنه، و ای که خود انجینیر عقل سلیمش میگه امکان نداره یک سوزن خود به خود، این ثابت میکنه که مسئله طبیعت ایتیزم فقط یک گپ موهومی و لفظ دهانی است. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. میگه اینا با دهنهای خود، با وسوسه های خود، با کاربن دای اکسایدی که میبره که نه کائنات خلق کرده، نه خود خلق کرده، نه بچی خود خلق کرده، نمیتونه یک مهد میخوای بیکنه نور وحدانیت و عظمت ذات عظیم علا را خاموش کن، ولی خدا نور خود در دلهای بندگان خود تکمیل میکنه. ولی مشرکین جاهل و ملحدین جاهل بد ببینن که مردم مؤمن و موحد شوه. و کلید بهشتی است که گفتیم محبت ما به خدایی است که به وحدانیتش دوباره یقین کامل کما آنچه که حضرت آدم تا نبی خاتم داشته باشیم، و بگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، گواهی میتیم از صمیم دل که نیست هیچ معبود، هیچ خدای قابل پرستش و ستایش مگر جز خدای واقعی و حق که ذات الله میگن، ذات رحمان میگن، همه یک معنا داره و ملک از اوست و او بر همه چیز قادر مطلق است. محبت دومی که ما به خداوند میکنیم، او خود محبت ورزید، ما را در لیسا آورد. محبت دومی است که پیامی که توسط پیغمبرای خود و وظیفه ویژه و رسالت را او را باید تصدیق کنیم. یک کسی را در کل دنیا میگن ساینتیست است، دیگه ما عروس شمشیر نمیگیریم که اونا میگن ما هم قبول میکنیم. بزرگترین ساینتیست جهان مثلا اینشتین اون را قبولش کردیم بدون شمشیر. میگه والا خب ساینسدان ها تصدیق کرده و جای ساینسدان است، دال که خودت ساینس هم نمیفهمی. کسانی که خداوند تصدیق کرده که پیغمبرای ما است و کتاب خود خودش تا کتاب ما است و کلام ما است، دیگه چرا باید تصدیق نکنیم؟ چرا ما رو گب شمشیر و مشت رو خند برسه؟ و در او پیام این محبت است که چیزی که خدا تصدیق کرده ما تصدیق کنیم، شهد الله و انه لا، تصدیق کنیم که پیغمبرا پیغمبرای خداوند هستند و از جانب خداوند وظیفه دار شدن و این نبوغ معنویت برشان از ذات خداوند داده شده. محبت سومی است که آنچه خدا به ما امر کرده او را پیروی کنیم. از ما خداوند چیزی نخواسته که خود بکشین یا ظلم کنین یا به همسایه تجاوز کنین، چیزایی را خواسته که سبب تمانی و اطمینان فردی ما، خانوادی ما، جامعه و بشریت میشه. آنچه را که اونا منع کرده خداوند تبارک تعالی سبب نارامی خود ما، نارامی همسای ما، بیامنیتی در جامعه و در بشریت میشه. از او باید جلوگیری کنیم. یا خداوند به ما محبت ورزید، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خداوند میگه کسی به شما احسان کرد، در مقابل احسان شما او آدم مشلحت میزنید، طعن و لعن میگید. شرافت انسانی شما تقاضا میکنه کسی خوبی کرد دوباره چندین برابر برش خوبی کنه انسان، یا حداقل از ضرر خود دیگه او آدمه. رب العزتی که گفتیم از او طبقات عظیم الکمیت و کیفیت جمادات و حیوانات ما را کشید، که همه در تسخیر ما شما در کره زمین در اختیار ما شماست. سنگ ها از کوه ها میکشیم، او میکنیم داخلش آهن میکشیم، فولاد میکشیم، طلا را میکشیم. حیوانات در فرما بندی کردیم که حالا شیر تخم بر ما در گرد داده بره. همه زندگی از او بیچاره فدای ماست و ما در مقابل خالقی که احسان خلافت را کرده و ما را در قالب مملوک ناورد، مالک از او اشیا آورد. احسان ادا کردن، دوباره به حضورش به ادب ایستاده شدن که تو بزرگ هستی و تمام اسمای تو پر برکت است، ذات تو بر برکت است، تو قابل ثنا و صفت هستی، تو واقعا به اندازه مهربان نهایت با رحم هستی و خاص تو را باید بپرسیم و تو را میپرسیم و خاص از تو کمک میخواییم و رای راست خود برای ما دیگه زندگی فانی راهنمایی که او به بهشت ما را وصل کنه و از رای گمراه ها و بدبخت ها نگاه ما کن. بهار باید چنین نسیم های از معارف را پیش چشم ما باز کنه. اسلام دین خشک نیست، اسلام است که تراوت تازگی به چشم ما میبخشه. میفرمایه که چشمت بیکار به سما نگاه کن، زیبایی های آسمان، به شتر نگاه کن، به ارد نگاه کن، به کوه ها نگاه کن، به درخت ها نگاه کن، به میوجات نگاه کن، به غذایت نگاه کن. اسلام دین پرورش است از طرف رب العالمین. این حواست پرورش میده، نه تنها به جنبه حیوانی که تنها به جنبه شهوانی و خورد و نوش انرژی، میگه جنبه معنویش نگاه کن. چشم جز
رنگ گل و لاله نبیند، ورنه آنچه در پرده رنگ است پیداتر است. میگه افسوس اقبال میفرمای رحمت الله علیه که چشم ما چشم ظاهری شده، مثل چشم حیوانات که تنام و لذایزش میبینه، دمو خوش هستیم جز رنگ و اینا. اگر در پرده از هنر رو ببینی، معجزه رو ببینی که از خاک بیشور، از دانه بیشور، این نظم کنگره درخت ها، برگ درخت ها، نظم کنگره گل ها، برگ کاش، این خوشبوی ها از کجا میشه؟ چطور میدانه تصادفی شو همه چیز؟ یک تصادف، دو تصادف، این ترین ها تصادف منظم. اینجاست که بیشک خدا میگه ما گواهی میتم که جز مزات نیست و فرشتگان ما گواهی میتم و بندگان دانشمند منصف ما که به سوزن سانه قائل است. باید بری خستی با همه بزرگی انگشت حیرت بدندان حسرت میگز فلاسفه و دانشمندا، باید یقین کنه به جلال و عظمت الهی. و از لیسه که یک درجه دیگه میگه فلانی در فاکولته است، در پوهنتون است. مسلمان ها را خداوند کریم، کسانی که مؤمن هستند و به توحید خداوند از ته دل اقرار میکنن و به رسالت انبیایش ایمان دارن و زندگی خودم من ایست یک انسان سالم با عقل سالم در جاده تقوا پیش میبرن، به اینا خداوند لطف بیشتر کرده و اینها را پروردگار در صراط مستقیم خلق کرده. اینا در حقیقت در درجه بالاست. همه انسانیتی که محروم از نعمت توحید هستند، محروم از معنویت شدن به شکل از اشکال، چی در الها، چی در شرک، چی در انکار از پیامبر بزرگ اسلام حبیب الله سبحانه تعالی محمد صلی الله علیه وسلم، اینا در حقیقت همه در مکتب لیسه هستند. مسلمان ها را کنتم خیر امت، در بهترین امم انداخت، به شرط از اینکه تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما من ایس انسان مردم به کارهای خوب دعوت کنین، من ایس انسان مردم از کارهای بد منع کنین و شما یقین کامل به وحدانیت و عظمت و جلال خداوند پنج وقت میگین سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلا، به او دعوتش کنین و از بزرگی و عظمت خداوند حیا کنین. کارهای حیوانی را که دیگرها محرومین از توحید میکنه شما انجام نتین، بیگانه ها انجام میده شما نتین، بلکه اونا را آشنا بسازین با پروردگار. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، هی بندگان ما شما مردم را دعوت کنین به طرف پروردگار به بسیار حکمت، به بسیار وسیله خوب. چرا شما در حقیقت میخواین اونا را کمک شوین، نمیخواین سر از ظلم کنین، میخواین وسیله نجات شوین و از برکت زو خود داخل ثواب بیشتر کنین. لذا در حقیقت باید پروڈکت درست سودا کنین. برحال این بحث مختصر بود عزیزای گرامی که نوروز باید واقعا یک صفحه جدیدی در زندگی ما پیش بکشه، خطاها و غفلتهایی را که سال گذشته داریم از او نادم باشیم و تایب باشیم و سال جدید از خداوند در قلمزن تقدیر ما بخواییم که خدایا مملو از کار خوب و کارهای معزن الله و طاعت عبادت و خدمت به بندگان خود، حداقل عدم ضرر رسانی به انسانیت که از اذیت زبان و دست ما دیگرها به امن باشه. سال پیشوری ما را، صفحات اوراق سطور را که بر ما فرصت میتی، خدای او را در تقدیر به ما چیزایی را توفیق میده که همه سبب رضای تو شود. الهی تو آن کن که در هر وقت کار ذات پاکت خوشنود باشی و ما رستگار. برحال در یه افتاک کلپ را تهیه کردیم عزیزای گرامی که انسان ها فکر کردن که ما اگر تحصیل کرده شدیم، اگر وسایل ما مدرنیزه شد، اگر ما همه چیز ما تکنولوژی شد، ما دیگه سعادتمند میشیم، امنیت در جامعه. در این کلپ شما نگاه کنین که ما انسان هایی که خداوند نعمت علم و دانش رو تحصیل داد، در جنگ های جهانی چی جرایمی را مرتکب شدیم. بعد از اون با سر از این موضوع بحث خواهیم کرد. با ما باشه.
بله دوستای عزیز، کلیپ مشاهده کردین، یک مستنداتی بود از کلیپ هایی که در او تشریح شده که چی نوه در جنگ اول دوم جهانی ضایعات برای بشریت رسید، چقدر انسان ها از هر کشور تلف شدن و چقدر دیگه معلول شدن و چی ضایعات اقتصادی فراوان و روانی در او جامعه حاکم شد. این موضوع ساده نیست دیگه. از این مملکت غریب و فقیر افغانستان که زیر خط فقر در جهان معرفی شده از زمان سابق تا حال، شخصیت برمیخیزه متوجه این مسئله میشه، نظر بسیار عمیق انسانی و فلسفی میگه برای من سوال است که چی چیز انسان را بدین وحشت با همه هوشیاری و دانش و ساعت عقل که دارن به چین اعمال غیر انسانی وادار میسازه. اگر یک دیوانه ای کارا را کنه خب معاف است، از نظر عقل، از نظر قانون، از نظر شرع معاف است. دیوانه آمد دیوال چپه کرد، دیوانه آمد شیشه را شکستان، دیوانه آمد موتر خراب کرد، دیوانه آمد، خود درست است. انسان هایی که دیوانه نیستن خود را از سربراه و نخبه ها و دانشمندای جامعه میگن، حاصل کارشان برای انسانیت ای است. آیا یک نوع جنون نیست؟ نه، به خاطر پول دارن ادعا میکنم ما شما قبول میکنیم، در حالی که جنون است. جنون به این معنا است که شما میبینین تمام شیر و گرگ و درنده ها همینقدر ضربه برای پیکره انسانیت نرساندن که مثل انسان های تحصیل کرده خود ما به نوع انسانیت خود میرسند. از این مملکت، از افغانستان عزیز ما، شخصیت با روح متعالی بزرگ میگه چرا انسان برای تامین امیال فاسد نفسانی خیش دست به اعمال شرم‌آور و ننگین میزند که حتی بدتر از حیوانات درنده میگردد. فیضانی صاحب شخصیت بود که انسانیت مطالعه میکرد. برای من میگه سوال است انسان چرا درنده میشه، چرا وحشی میشه؟ به خاطر فقط خواستای کوتاه غرایز نفسانی و شهوانی. آیا چی چیزها شخص یا اشخاص را مجبور به استثمار و حتی کشتارهای هزاران هم نوی خود میکنند؟ علت که انسان فهمیده، قانوندان، صاحب پیجدی و صاحب جایزه نوبل به فکر از ایست که دیگه انسان را غلام خود بساز و استثمار بکنه و حتی اونا را نابود کنه و زیر دست مسخر خود بسازه، ای چی است؟ کدام قدرت معنوی است که در اینا تصرف پیدا میکنه، انرژی منفی که اینا را بی خود میسازه و دیوانه میسازه، کارهای دیوانگی میکنه؟ یا اینا واقعا خودشان همیت یک چیزی هستند؟ آیا نمونه جریان جنانهای بارز این کشتارها را از دست پیشتازان بشریت و ادعاداران مدنیت در گوشه و کنار جهان به گوش ندیده و به چشم سر نمی بینند؟ همی اخبارها در وقت می آمد، در تلویزیون ها می آمد. آیا اونایی که میگه ما کشورهای مترقی و متمدن هستیم، ما به اوج علم و دانش و قانونیت رسیدیم، امین و کشتارهای بیرحمانه میلیونی را از دستشان در جنگ اول دوم جهانی نمیبینین؟ شاید نیست که تهمت اتهام باشه، بلکه اسناد تاریخی است. فیضانی صاحب میگه این گپ سادت فکر نکنین. انسان در پهلوی تکمیل علم معاش یک سلح خلاقایی در زندگی خود داره، یک خلاقای معنوی داره که خلاقای خود پر نکرده، اینی می علم و دانش بر ضد نوع خودشان شیطان رجیم او استفاده میکنه. حالا مثلا میگه آیا بقیده شما انسان ها میتوانند منابع بارارنده این بدبختی ها و مفاسد را در خیش نابود سازند؟ آیا میشه که ایتر یک فارمول های خود اصلاحی را بتیم که علم ما، دانش ما، ثروت ما سبب ظلم ما بر ضعیف ها نشه؟ ما بتانیم چنان تابلیت های معنوی را بگیریم از معلومات های خاص که ما را در هر حالت انسان عادل، انسان احترام به حقوق دیگه انسان ها ولو ضعیف و ناتوان باشه، او روحیه را در ما زنده نگاه کنه و روحیه عدالت گستری و برادری و برابری مسالمت آمیز را در خود قوی کرده و بپروند؟ آیا میشه که انسان در پهلوی زی همه خوشبختی هایی که مادی داره معنن هم خوشبخت ساخت؟ کینا شب و روز طرحهای استراتژیشان برای نابودی هم نویشان به بهانهای مختلف نفسی و شیطانی نباشد، بلکه یک جهان آزاد بدون سرحد، احترام کامل به آدمیت و انسان نه تنها از طریق سکیوریتی کامرا و پلیس و دستگاه جاسوسی
مخفی، بلکه طبیعتاً آرام برده همه جا و انسان ها از انسان ها حراس نکنه به خاطر انسان ها درون سلیم شدن. فیضانیس مبارک در همین مملکت 50 سال پیش میگه که ما باید خاموش نشینیم، من حیث مسلمان ها باید در جستجوی طرق سلامت انسانیت بگردیم، چرا خدا به ما وظیفه داده که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. وظیفه مسلمان است که به طریق جستجوی سلامت انسانیت که چطور شود که علوم و دانش و این نعمت ها به ضد انسانیت استفاده نشه. در این صورت این فیلسوف بزرگ میگه چگونه پروگرام و کدام مکتبی را در جهان میتوان تشکیل کرد که فارغ التحصیلانش اگر برای بنی نوع بشر، نگفته برای افغان و برای تنها دول پیش، برای بنی نوع بشر خوبی و نیکوی نکنند هرگز بدی ننمایند. مسلمان ها باید سر از این کار کنند. 41 مملکت اسلامی چطور از مواد قرآن و حدیث و از مواد خوب علمی ما یک نصاب را به وجود بیاریم، در این نصاب پسر و دختر و جوان ها و انسان ها را تربیت کنیم که از یک فارغ میشه، مثل دیگه جای فارغ میشه ام دی و مدیکل داکتر میشه، از یک انسان معنن داکترهای روحی فارغ شوه که کلن بشریت از ازیتشان احساس امن کنه. و اگر همیشه اول برای بشریت خوبی کنن نظر به برنامه و تربیه که نادیدن، و اگر خوبی نمیکنن هرگز فکر ضرر رساندن به ناحق در ذهنشان و در قلبشان نگرده. آیا به چنین ایجاد چنین یک مکتب بشریت ضرورت نداره؟ به چنین نصاب تعلیمی ضرورت نمیبینه تمام انسانیت در گوشه و کنار جهان؟ آیا ممکن است پروگرام درسی تحصیلات لازمی را به انواع کتب طوری به میان آریم تا فارغ تحصیلان مکتب مذکور دیگر ابدا بدکار نبوده؟ میشه که از این وضعی که ما مکتبه و پنتونه ساختیم که از او کلیش خودخواه و متکبر و مغرور و آدم کش و ظالم حاصل کارش، دکترش هم به خاطر پول دست پایت قطع میکنه، تجارش هم به خاطر سود دست پایت قطع میکنه، سیاستمدارش هم به خاطر اهداف شوم استعماری خود دست پایت توسط به ما قطع میکنه، کلش خونخوار. میشه ما یک مکتبی را جور کنیم که از اوج کلا بگیم از این مکتب سلامت بشر فارغ شده، این دیپلم گرفته، امضا، اصلا بدکاری از این اگر دیدی بر ما بر جایزه میده و فیصد 80 تا 90 و حتی 100% از بهترین خدمتگاران اجتماع برای همیشه به هر موقف و کاری که دارن گردن، نه تنها که بد، بلکه چی میگه ما چون فارغ التحصیل اونو پوانتون یا اون مکتب شدیم، ما دکتر هستم ولی دکتر تجار نه که به خاطر پول دست پا و گردی مردم بفروشم، ما تجار هستم ولی تجار سودخور نیستم که به خاطر دست پای تو را قطع کنم تو را همراه اولادت در غربت و در چای فقر بندازم، ما سیاست مدار هستم ولی سیاست مدار نیرنگ بازه که تو را تباه کنم اولادت و غلام اسارت فرعونی رو برمون نیستم، صاحب نجاتت میشم. در پهلوی علوم معاش یک سرتیفیکیت از این مکتب بگیره که او علومش دوباره به او جنایتی که شما در کلیپ ها دیدین در سرانجام نشه، نتیجه شمو سعادتی را که ما آرزو داریم همه. الان مثلا در جستجوی تدوین چنین برنامه و نصابه از متون علم و دین هست که ایرو باید بکشیم، و الان مثلا میگه باید کار از تهداب شروع کنین. شما میخواین که خود سالم بسازین، خانواده را سالم بسازین، جامعه را سالم بسازین، انسانیت، کار شما از خانهش ببینین، یک خانه را تعمیر میکنین، از چت شروع نمیکنین، از تهداب شروع میکنین. اگر از چت شما اول چت را بندازین، چت میفته در پایین، تخریب میکنه انسان ها، اگزه او را میکشه. شما باید کار از تهداب پیدا کنین که از کجا ما باید کار شروع کنیم، کار اصلاح را. علما سه بزرگوار میفهمه کار اساسی اصلاحی است که شناختن نفس خیشتن، که چرا ما منفی میشم، چرا مثبت میشم، چرا منفی میشم، چرا مثبت میشم، چرا منفی میشم، یک بار نه هزار یک بار در روز. این جنجال درونی را رسمیت بشناس. این جنجال درونی در وجود ما انسان است، در وجود حیوانات نیست. این جنجال های درونی است که انسان شخصیت معنوی ساخته. اگه این جنجال های درونی را بکشی انسان یک جامد میشه. همین جنجال های درونی است که تو را از سطح به عمق میکشانه. میگه پس نفس خیشتن را بشناس که انرژی مثبت و انرژی منفی چرا در تو سرازیر میشه،
کی او را میاره؟ چرا میاره؟ اساس کار از شناخت خیشتن و اصلاح نفس خیشتن است. و این به رسمیت بشناسی که پروردگار کستی را آفریده میفرمه ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا. شیطان رجیم دشمن مسلمانان تنها نیست، دشمن نوع انسانیت است. شیطان است که نوع انسانیت را نمیگذاره که خوب بیندیشه، مثبت بیندیشه، به عدالت فکر کنه، به محبت فکر کنه، به برادری و برابری. نه، همیشه شیطان انسانها را به تجاوز، به ناموس هم دیگه، به مال دیگه، حق تلفی ها تحریص میکنه که نمیره در قرآن یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس گفته. پس تعداب کار باید پیدا کنیم، او دشمن حقیقی را برای خود دشمن بشناسیم. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان دشمن شماست، خدا میگه با دشمن خود دشمنی کنین، دشمن در بغل خود دوست نگیرین، مار عفیر در بغل خود نگیرین که میزنه تانه، میکشه تانه، هلاکتان میکنه. تعداب کار پیدا کنه بشریت که این جریان منفی در سینما چرا میه، و به رسمیت بشناسه که تمام کتب و صحف آسمانی گفته که ابلیس دشمن آدم و ذریات ابلیس دشمن ذریات آدم بوده و هست. به می خاطر انسان ها با عقل سلیم، اکثر تصویرها را که دیدین انسان ها انسان یکی دیگر را کشتن در جنگ اول و دوم جهانی. و برعکس متمدنی امروز از چت کار خود اصلاحی را شروع میکنن. روسا توسط بم ناپالم از چتای ما میخواست ما را اصلاح کنن. غربی ها به می شکل از چت میخواین، از آسمان میخواین که بم بندازن، از دو طریق ما را اصلاح کنن. الان مثلا بگین از تاده و شروع کنین، خود بشناسین، عوامل مثبت و منفی را بشناسین و ای که چطور تصرف از سرتون زیاد و کم میشه این تجربه کنین. تماما انسانیت نسل نو و قرون بعدی باید در پهلوی تخصص در علوم خود، تخصص در خودشناسی و خداشناسی علمی و دینی و قرآنی داشته باشند. او وقت است که علوم و آرمان زندگی ایدئال، جهان مکمل پر از عدالت که تماما ادعای دروغی نشان میکنن به صورت واقعی جامعه عمل میپوشه. بعد الله مثلا میگه اصل دیگری که از خوبی ها در تو، چرا از گناه ها پشیمان میشی؟ ظلم کردی پس میری معذرت میخوایی، پس گریه و آه و ناله میکنی، همون انسان هستی. کدام نیروی قدسی در تو آمد یه حالت ندامت ایجاد کرد، یه حالت پشیمانی ره که تو را وجدان میگی؟ یه از کجا شد این نیروی مثبت؟ این موجود چی هست؟ فرشتگان الهی است. این فرشتگان مظهر رحمت خدا است. وقت در دل قاضی آمد رحمی سر مظلوم میه که این مظلوم بیچار رشوت نخو، از خدا بترس. اونمو رحم الهی سبب میشه که کار غضبناک نکنه که خدا سرش غضب شوه. همین یتیم مالش نخو بیچاره دعوا نمیکنه ولی زور نداره، فرشته برش که مظهر رحمت است، این از غضب الهی نگاه میکنه، رحمت الهام برش میاره. هم زمین از آدم را، ملک از آدم را به صداش کس نمیشنوه. این رهبرای پرتنطراق ما کلشان سر مست دلار و قدرت و کذب و دروغ خود است، صدای مظلوم را نمیشنوه. ولی اون فرشته رحمت میکنه نکو، تو هم بامرای زو هم نوی نکو، خدا را فراموش نکو، آخرت را فراموش نکو. تو بنده سیستم سیاسی نیستی، تو بنده آفریدگار هستی. سیستم سیاسی میشه فاسد باشه، تو بندگی سیستم سیاسی فاسد هم میکنی. تو خدا را روز میگه که مالک اومد دین تو هستی، تو بندگی خداونده بکن، در مسیر رضای خدا قدم بگذار. اینجا سلام هست میگه چگونه میتوان الهامات ملکی و نیکوی را در خود تقویت کرد و وساوس فاسد شیطانی را یا نابود یا مختنق کرد؟ چطور میتونی که موج شر که میه از امی اول و از اونو موجه امو سیگنال قطع کنی که اصلا آزار نده قلبت؟ ای تناب زبان میشه یک سلا کارهای عملی رو ضرورت داره. و چطور میتونیم که الهام خیر و خوبی را که سبب مرهمگذاری به زخمهای ما میشه، سبب اصلاح قلب ما و نیت ما میشه، سبب اصلاح دید ما به جهان از نظر عشق و وسط نظر، این را دیگه هم تقویه در خود و در جامعه بکنیم؟ چطور؟ این به زبان تنها میشه یا این یک مسیری که ضرورت است؟ آیا چگونه جلوه جار و جنجال های تباکن اجتماعی را در عصر امروز، در عصر کنی گرفته میتونیم؟ فیضانی سبتنهای مبارزه بینه میکنه که مرا قهرمان بگین و
مجسمه و بت ما رو بندازین و باز تمام رو دگر دازین، این گپا نیست. مثلا مسئله اساسی است که اگر بشر بیدار نشه، خود از طریق راهنمودهای خالق نشناسه، جنگ سیوم بعضی میگه برپا شده، ولی شروعش از ممالک بیدفاع است، شروعش از ممالک مظلومی که گوسفندی شاههای اسلامی تربیه کردیش که در سیاست گپ نزن، در اقتصاد گپ نزن، هیچ چیز در کله کله زده. اول سر از واز و رازمایی اصلیه خودم میکنن. آیا پوتین راکتای رهبریشی خودش رهبری شده خودم به بهانه داعش در سوریه امتحان نکرد؟ آیا روس ها بمب ناپالم خود در افغانستان آزمایش نکردن؟ آیا امریکا نکردن؟ آیا نمیکنن در کوشه و کنار جان؟ جنگ سوم رفته ولی برای سرزمین های بیدفاع و اینا بروتای خود به این تو میتن که ما مردم بیدفاع را که نه بمب اتم دارن، نه بیچاره کلیش سیاسی ماندن، نه رهبرای سیاسی چنان ماندن، استعمارگرا که زنده باشه حیات، اونا را ما دفع کردیم. ما ها ما قرن. اگر مرد هستین بفرمایید چین نابود کن، بفرما روس نابود کن، مرد هستی برو کسی بمب اتم داره اروپا را بزنین دفع که چی میکنین؟ کدام غیرت و شهامت نیست که مردم مظلوم بیدفاعی که قرنها در گرسنگی و در حکومت های پوشالی خو برده، حواس ظاهر و باطنشان در خواب آلودگی، در خرافات او رو میگیری نابود میکنی و عجب کار کردی. اونا مستحق خدمت هستن، مستحق هستن که بالا براین، مستحق هستن که سر از اون نفت های جهالت از او آتش جنگ در نتین، مکاتب رو در او حمایت کنین اگر واقعا میخواین صلح و عدالت بیه که عمیقا انسان را از درون و بیرون میخواه اکسری کنن و بشناسنن. برحال ازای گرامی بحثا بسیار جالب است. خدا نمی شما را سال جدید، شما را سال موفقیت، پیروزی و کامیابی در همون امور مادی معنی برای ما و کشور عزیز ما و شما هم بتانه عزیز در هر کجا کستیم بیندای عزیز بگردانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.